ارتباط اون با آقای طباطبایی برقرار شده. جناب آقای طباطبایی سلام و خیلی خوش آمدید. علل و عوامل کاهش جمعیت ایران از 1425 به بعد چیست و چگونه می توان جلوی این روند را گرفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. در واقع علل کاهش جمعیت در این سه دهه اخیر متاسفانه از عواملی که میشه نام برد، یکی مشکل تأمین معیشت است که یکی از اصلی ترین عامل گرایش خانواده ها به سویه تک فرزندی است. به طور کلی ترس نهفته خفته ای در والدین جوان به وجود آمده که متاسفانه در پی مشکلات اقتصادی و عدم تأمین سرانه های فرزند، اینها به سمت کنترل و در بیشتر مواقع کاهش موالد رفت. جدایی از این مطلب، عدم مشوق های ترغیب کننده خانواده ها و از سوی مخالفین ترغیب خانواده ها به عدم تکثیر زادوالد موجود. ضمن اینکه اصلا زیر ساخت های آموزشی، پرورشی، فرهنگی و حتی شغلی هم برای رشد جمعیت فراهم نشده. حتی بعد از 45 سال متاسفانه در طول این سه دهه ما شکاف‌های جمعیتی باعث شده تا اگر سیاست گذاری درستی هم انجام بشه مشکلات ایجاد شده حل نشن. بله. اصلی ترین و بنیادی ترین عامل این است که سبک زندگی در ایران از متد الهی شریعت به سمت سوی سکولار رفته. بله. به سبک سلوک زندگی سکولار هم تمایل به کثرت اولاد نداره. بله. مراجع تقلید بله بفرمایید. عرض میکردم اگر بتواند مشکلش معیشت و سبک زندگی سنتی الهی با تلاش حداکثری تبلیغ علمی بشه، فکر میکنم این مشکل تا رفت تا حدی برطرف بشه. بله. مراجع تقلید شیعه و علما و روحانیون به طور عام چه نگاهی به مقوله افزایش یا کاهش جمعیت و مقوله کثیرالاولادی دارند؟ دلایل و استدلالات فقهی و حدیثی ایشان چیست؟ ببینید، اگر از نگاه شریعت بخواید نگاه بکنید، چه در بعد آیات ناظر به افزایش جمعیت که ما آیات داریم دال بر تضمین روزی از طرف پروردگار، و چه آیاتی که به اهمیت بقای نوع بشر پرداختن، 223 سوره بقره، نصاف محرسون لکم، یا مثلا آیاتی که ناظر به امدادگری فرزندان نسبت به والدین هستن، آیاتی که ناظر به نعمت الهی بودن کثرت فرزندان هست، یا روایت هایی که شش دسته هستن، چه روایتی که مشوق ازدواج هستن، روایت مشهور شرار موتاکم الاوزا، یا روایت هایی که مشوق ازدواج آسان هستن، روایت هایی که در باب مطلوبیت فرزند آوری هستن، روایت هایی که تأکید میکنن بر ازدواج زنان ولود، فرزندان بکر ولودا، یا کثرت تعداد فرزندان، حتی روایاتی که جلوگیری یا عزل رو مکروه میدانند، چه به صفت جنین بنده. و از اون طرف ما در بعد اصول علمی قواعدمون ناظر بر تکثیر موالیده، چه قواعد متکی بر عقلمون، چه بالخصوص قاعده اصولی تقدیم اهم بر مهم، قاعده ترجیح بلا مرجح، قاعده لازرر. همین قاعده لازرر اشاره میکنه که اگر ضرر سالمند شدن جمعیت در ایران و آثار سوی سیاسی اقتصادیش بخواد فراوان بشه، بله، از باب تحدید نسل این باید جلوش گرفته بشه. یا حتی قاعده نفی سبیل که لنگش علالله للکافرین علی المؤمن سبیلا اشاره به همین موضوع داره. بله. حسب ادله شریعت مرتبط با مقوله جمعیت میشود گفت که از منظر آیات و روایات کثرت نسل قطعاً باید برای یک شیعه مسلمان دارای محبوبیت ذاتی تلقی شود. بله. و این هم حاکی از تقادم فواید و مساره این امر است که باید بلا شک در رأس تصمیم گیری قوای حاکمه. ممنون از شما. سید محمد علی طباطبایی، پژوهشگر دینی از قم.